بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت نمازگزاران و زائران قبر مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سوال کردن که در چه مواردی مشورت دادن به برادر مؤمن واجب هست. عرض میکنیم که اگر میدونید شخصی که میخواد کاری رو انجام بده و آسیب خوردنش حتمی هست، اینجا واجب هست که انسان خیرخواهی بکنه و او رو راهنمایی بکنه و از آسیب خوردن او جلوگیری بکنه. حالا خواه از شما راهنمایی بخواد خواه نخواد، اینجا غیبت محسوب نمیشود. لذا اگر کسی خواست مثلا فردی رو در یک منصب مهمی منصوب بکنه، از شما مشورت خواست یا حتی نخواست، اما شما میبینید اگر این چنین شخصی که شرایط لازم رو نداره اگر در این مسئولیت منصوب بشه، امکان آسیب جدی هست. یا دختری رو میخواد شوهر بده یا معامله مالی رو میخواد انجام بده، بایستی در چنین مواردی انسان خیرخواهی بکنه. نکته دومی که آیا حق غیبت رو ما حق الناس بدانیم فقط یا حق الله؟ عرض میکنیم هم حق الناسه هم حق اللهه. حق الناس هست چرا که بابتی باعث ضرر و آبروریزی از مؤمن میشه، لذا بایستی انسان پرهیز بکنه چرا که یکی از حق الناس ها محسوب میشه. اما از طرفی حق الله هست، چون حق اللهه لذا کسی بگه آقا من راضیم غیبت منو هر کی میخواد بکنه بکنه، آیا مشروعیت پیدا میکنه کار؟ از بکنیم نه، جنبه حق و ناسیش از بین میره، جنبه حق اللهیش همچنان موجود هست. و نکته سومی که بایستی عرض بکنم خدمتون این است که بیان عیب فرد بدون قصد اهانت و مذمت اگر باشه، یعنی داره طرف عیب رو میگه اما قصدش واقعا تنقیص نیست، آیا این اشکال داره نداره؟ برخی از مراجع معظم تقدیر مثل رهبر معظم انقلاب فرمودند که این به عبارتی غیبت محسوب نمیشه، اما برخی از مراجع مثل حضرت آیت الله سیستانی و برخی مراجع دیگه این رو ولو بدون قصد تنقیص این رو به عبارتی غیبت میدانند و حرام. خدا انشاءالله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.